مشروع اخبار سه نفر کشته در اثر تیراندازی مرگبار مقابل دادگستری کرمانشاه معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اعلام کرد که در اثر وقوع تیراندازی مقابل ساختمان دادگستری کرمانشاه سه نفر جان خود را از دست دادند بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا محمد رضا آمویی از وقوع تیراندازی در ظهر امروز مقابل دادگستری کل استان کرمانشاه خبر داد به گفته او پس از حضور معموران در محل مشخص شد فردی به دنبال اختلافات خانوادگی با خانواده همسرش مقابل یکی از دفاتر وکالت اقدام به تیراندازی می کند که منجر به کشته شدن برادر همسرش در همان محل می شود. آموی توضیح داد که در این تیراندازی همسر و وکیل آنها نیست که در دفتر وکالت حضور داشتند بر اثر تیراندازی زخمی می شود که پس از انتقال به بیمارستان آنها نیز جان خود را از دست می دهند. معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه از دستگیری فرد قاتل و کشف سلاح مورد استفاده او خبر داد. حمله جنگنده های اسرائیلی به مواضع شبه وابسته به ایران ساعتی پس از آن که شبه سازمان حزب الله لبنان به سوی یک پهپاد تجسسی نظامی اسرائیل راکت ضد هوایی شلیک کرده و آن را ظاهرا ساقط کردند جنگنده های اسرائیلی به اهدافی در جنوب سوریه حمله کردند رسانه های دولتی سوریه با استناد به منابع نظامی در دمشق خبر دادند که در پی حمله هوایی دشمن در نزدیک ساعت 11 شب به وقت محلی در جنوب به سوریه سامانه ضد هوایی سوریه فعال شد. منابع نظامی یاد شده که نام او ذکر نشد به تلویزیون دولتی سوریه گفت که سامانه پدافند هوایی موفق شده تمامی موشک های دشمن را رهگیری و منهدم کند. این منبع سوری در همین حال گفت که حملات اسرائیل صرفا آسیب مالی وارد کرده است. رسانه های منطقه گزارش دادند که اسرائیل مراکز سلاح و مقر تجسس اطلاعاتی حزب الله را در بخش جولان سوریه در فاصله چند کیلومتری از مرز شمالی اسرائیل هدف قرار داد. برخی منابع سوری نیز گزارش دادند که غیر از بخش سوری ارتفاعات جولان، همه فرودگاه بین المللی دمشق نیز در میان اهداف اصلی اسرائیل از این حمله بوده است. سایت خبری اسرائیلی واینت نوشته است که حملات اسرائیلی پس از آن بوده که دو فروند هواپیمای باربری ایرانی روز چهارشنبه محموله هایی را در دمشق فرود آورد و سپس به سوی تهران بازگشتند. واینت همچنین مدعی شد که همزمان با این دو هواپیمای ایرانی یک فروند هواپیمای ترابری سوریه روز چهارشنبه از تهران به بندر لازقیه در سوریه بازگشته بود بر اساس این گزارش هواپیماهای باربری ایرانی از سوی سپاه پاسداران معموریت انتقال محموله های نظامی را به سوریه بر عهده دارند واینت بر اساس رصد سایت های راهگیری تردد هوایی نوشته است که یک بوینگ یک شرکت ایرانی مسافربری فارس قشم ایر و یک هواپیمای شرکت ایرانی ساها در این روز در مسیر تهران دمشق تهران در پرواز بودند و سوریه دارای پروازهای عادی مسافربری و ترابری هستند که از جمله با هواپیماهای های ایرانی فارس قشم ایر و ساها انجام می شود. آمریکا و اسرائیل در طول سالها گفتند که ایران در زیر پوشش پروازهای مسافربری عادی از جمله از سوی شرکت ماهان ایر که ترابری بار نظامی غیرقانونی و حمل و نقل نیروی نظامی به جبههای جنگ سوریه را انجام می دهد. مقامات اسرائیل در مورد حمله تازه منتصب به این کشور در سوریه سکوت کرده و رسانه های اسرائیلی نیز مستنداتی در مورد ترابری بارهای نظامی از سوی هواپیماهای ایرانی و سوری در پروازهای روز چهارشنبه ارائه نکردند از سوی دیگر گزارشگران رسانه های اسرائیل بمباران اهداف حزب را تلافی جویی کشورشان به اقدام حزب الله در ساعات ظهر روز چهارشنبه مبنی بر شلیک راکت ضد هوایی به سوی پهپاد نظامی اسرائیلی دانستند دو منبع امنیتی لبنانی به خبرگزاری رو رویترز گفته بودند که شبه نظامیان حزب الله به سوی پهپاد تجسسی اسرائیلی که ظهر این روز در جنوب لبنان به پرواز درآمده بود راکت ضد هوایی شلیک کردند در حالی که رویترز گزارش داده بود که پهپاد اسرائیلی به سوی آسمان اسرائیل بازگشته سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود که پهپاد به مأموریت خود ادامه داد اما رسانه های لبنانی از جمله تلویزیون حزب الله لبنان گزارش دادند که صدا و دود ناشی از انفجار در محل شلیک راکت به سوی پهپاد اسرائیلی نشان از ساقط شدن این شیء پروازی اسرائیلی داشته است شاهدان عینی در جنوب لبنان گفتند که ارتش اسرائیل ظاهرا از بیم درز اطلاعات نظامی از پهپاد ساقط شده محل سقوط پهپاد را سریعا بمباران کرده بود پیش از آن نیز در آغاز این هفته حزب الله گفت که شبه نظامیان آن یک پهپاد اسرائیلی را از کنترل دشمن خارج کرده و آن را در اختیار گرفتند ارتش اسرائیل تایید کرد که آن پهباد را از دست داده اما گفته بود که از درز اطلاعات از آن نگرانی ندارد ایران بودجه سال آینده کشور در گرو رقابت های دولت و مجلس قرار گرفت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در جلسه هیئت دولت بازنویسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس و بازگرداندن آن به دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت مصوبه کمیسیون تلفیق ارتباطی به لایحه دولت ندارد. زمین تا آسمان فرق می کند. همه را به هم ریختن هر چه ما نوشتیم و چیز دیگری نوشتند. در همین حال حسین علی امیری معاون پال سلیمانی رئیس جمهوری تاکید کرد که متن رد شده در مجلس لایحه دولت نیست بلکه گزارش و مصوبه کمیسیون تلفیق است بنابراین دولت تصمیمی ندارد بار دیگر لایحه بودجه به مجلس بفرستد وی اصلاح لایحه بودجه را وظیفه کمیسیون تلفیق دانست و گفت دولت از ارائه بودجه چند دوازدهم نیز خودداری می کند زیرا لایحه بودجه را پیش از این در موعد قانونی به مجلس تقدیم کرده حسن روحانی در جلسه هیئت دولت نه تنها از تغییرات ایجاد شده در از سوی کمیسیون تلفیق مجلس در لایه دولت ابراز ناخرسندی کرد بلکه به آنکه نامی از رئیس مجلس ببرد در اشاراتی آشکار به وی گفت حرفهایی زده شد مصاحبه های انجام شد و هایی داده شد تخریب هایی صورت گرفت که مورد انتظار ما نبود رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که متن تصویب شده در کمیسیون تلفیق نه با واقعیت و نه معیشت مردم انطباق داشت و نه منطبق با شکستن تحریم ها بود و افزود ما پیام های مهمی را در بودجه و متاسفانه برخی به این پیام های مهم توجه نکردند. حسن روحانی با تکید بر اینکه ما میخواستیم مردم آینده بهتری را مد نظر داشته باشند، تولید حرکت بهتری داشته باشد گفت ما نمیخواستیم در معادن کاری کنیم که فعالیت آن به صفحه نباشد و معدن خود را تعطیل کند و در همه جا مشکلاتی پیش بیاید که بازار سرمایه ما دچار مشکل شود. او گفت ما نمیخواستیم قیمت سوخت را پنج برابر کنیم. این شد درآمد اینکه ما قیمت سوخت را پنج برابر کنیم که چه شود ما بلد بودیم این کارها را انجام دهیم این یعنی گران کردن یعنی تورم حسن روحانی با اشاره به برخی نمایندگان مجلس از اینکه آنها ادعای ضد آمریکایی بودن دارند اما فوش به آمریکا نمیدهند ابراز تعجب کرد و گفت فوش برای دولت است و فقط بلدن به رئیس جمهور فوش بدهند حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به بازگرداندن لایحه دولت از سوی مجلس تاکید کرد که اگر متن پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق و مجلس رد شود باید به دولت برگردد ولی آنجایی که کلیات لایحه دولت در کمیسیون تلفیق تصویب می شود و این کمیسیون لایحه دولت را مورد تغییرات اساسی قرار می دهد دیگر این لایحه دولت نیست بلکه گزارش و مصوبه کمیسیون تلفیق است وی تاکید کرد که دولت تصمیمی ندارد بار دیگر لایحه بودجه به مجلس بفرستد زیرا قانون برای رسیدگی به لوایح بودجه موارد و مواعد زمانی قرار داده که مجموع اینها را اگر جمع کنیم به پایان سال میخورد و امسال دیگر نمیتواند تصویب شود و به هیچ وجه شرایط قانونی برای بودجه چند دوازدهم نیز وجود ندارد و بنابراین از نظر او تنها چاره کار آن است که رئیس مجلس مصوبه بودجه رد شده را به کمیسیون تلفیق بودجه اعاده و ارجا تا نسبت به اصلاح آن اقدام کند او در همین زمینه نامه به رئیس مجلس ارسال داشت محمود باعزی، رئیس دفتر حسن روحانی نیز رفتار افرادی را که از آنها نام نبرد کار تبلیغاتی گسترده علیه بودجه توصیف کرد و گفت بودجه یک کار کارشناسی است که باید متخصصین بررسی کنند نه آنکه هر کسی از دید سیاسی خود به بودجه نگاه کند محمود وایزی تاکید کرد که دولت تا جایی که اصلاحات منطقی باشد حتما نظرات مجلس را قبول دارد ولی جایی که خودشان هم برای پیشنهادهایشان هیچ استدلال و محاسبات درستی نداشته باشند یا اینکه بخواهند شاکله بودجه را به هم بزنند قبول ندارد رئیس دفتر حسن روحانی متن تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برخلاف ادعاهایی که داشتند راندزا توصیف کرد و به ویژه از اینکه مجلس اتکای درآمد دولت بر اساس فروش روزانه دو میلیون و هزار بشکه نفت را نمیپذیرد مورد انتقاد قرار داد اما تنها دلیل وجود چنین بازاری برای نفت ایران را شرایط جدید فضای بینالملل دانست